3 2 1. سلام. من زده بودم. نه من بریم سراغ بیتل جوس، اولین ساخته تیم برتون که یه جورایی آخرین فیلمش هم حساب میشه. آخرش دو تا بیتل جوسه. بیتل جوس سومی میشه. آره. بیتل. ولی خیلی سراغ بیتل جوس نمیریم چون فیلم خیلی فعلا نسخه پرده ایش. آره. هستن خیلی نایدن هر چی بگیم یه جوری اسپویل میشه، ولی شاید یه تیکایی اسپویل کردیم. شاید من که 10% دیدم چیزی برای ایران. من 30% دیدم. خوب بریم همون بیتل جوس 1988 با بودجه 15 میلیون دلار. یه فیلم دانشجویی در قواره هالیوود داریم. دانشجویی چقدر فروخته؟ 85 84 و نیم اینجوری. یعنی جزء فیلمای حساب میشه که به شدت توی گیشه موفق بوده. بیشتر از 5 برابر، یعنی بیشتر از 5 برابر بودجهش فروخته. من میگم کمدیه، ولی مثل اینکه اکثر جایزه‌ها که آورده توی ژانر هارر موویزه. چون ترسناک یه حالت دارک کمدی برمان داره. هر فیلمی رو داشته میگفتن خوب دیگه. آره رو داره آقا پر رنگه. مثلا میمیم تو به هزار جاش میخندی. اصلا من روشن فیلم که صحنه تاریک سکانس تاریک نداره و اون دوتا روح میشن تو خندت میگیره از روح شدن. چیه خیلی جای خوبیه. روح شدنش خالیه. آره فیلمیه که تیم برتون رو به سینما معرفی میکنه. نگاه تیم برتون و سبک تیم برتون باش معرفی میشه. هنوز که هنوزه ما تیم برتون بیتل جوس رو تو سینما داریم میبینیم. آره. حتی با اینکه مثلا تو این سالهای آخر یه ذره با مثلا بیگ آیز و اینا یه آره. ذره از اون تیم برتون بیتل جوس فاصله گرفته بود. نه هنوز ولی فانتزی رو داره، چیز رو داره. حالا ولی میبینیم که در آخرین فیلمش برمیگرده به بیتل جوس. حالا ببینیم که آیا این یعنی تیمرتون میخواد بگه این آخرین فیلم منه؟ نه با عذیت نکنم باید سگانش بکنم. آه بال بیتل جوس بل بیتل جوس یهو از زیر میز میره. یهو از زیر میز میره بل میدونی که هیچ وقت نباید بیتل جوس رو نگفتم دیگه. گفتی که منم گفتم که الان دیگه ما رو نمیبینن. ما خداحافظ. ما خود اونو میبینیم ولی اونو رو نمیبینیم. خب بریم سراغ تیتراژ فیلم. بریم تو تیتراژی که من فکر کردم واقعیه. هنوزم فکر می‌کنم واقعیه. توش یه ماکت داره تو کل قصه رو میز اون شوهر داستان مرد. یه مهندس من واقعا فکر کردم تو تیتراژ از روی دهکده رد شدن، ولی حالا آخرش دیگه متوجه میشه که ماکته. ولی همچنان معتقدم که اولاش رو دهکده رفتن، چون آخرین پلانش که عنکبوته میاد از خونه اون برای من خیلی غیر عادیه، بقیهش خیلی عادی و واقعی به نظر میاد که دیگه حالا عنکبوته میاد و شوهر دستش میره عنکبوته میگیره و فلان و اینا. تو آها من اینو می‌خواستم بگم که توی اون لحظه که عنکبوته میاد و یکی عنکبوت گذاشته تو دستش، اینقدر عنکبوته میفهمی با یه آدم روانی عجیب طرفه. کما اینکه ارتباط این دوتا، مدل این دوتا زن و شوهر خیلی مدل جالبیه. برای من زن و شوهر جالبی به نظر میان. فکر میکنم از این مدل کم میبینم. خیلی مچم. آره خیلی. اینقدر مست و دیوانه و مثلا حالا نمیگم عاشق هم که بودن، که عاشق زندگیشون هم خیلی باحال. تو همون شروع قصه پذیرش مرگ توسط دوتا مرده رو ما داریم. آره یه زن و شوهر خیلی راحت مردیم ما رو نمیدن. یه دیالوگ بامزه داره یارو بهشون میگه که میگه یه خورده چیزی ناراحتی میونه میخوام ناسلامتی مردین ها تحقه دارین خوشحال باشین مردین دیگه. اونجا یه دیالوگ خوب داره. دختر ناراحته میگه که بابا ما رفتیم مثلا تو دیوار بعد الان هیچکی ما رو نمیبینه فلان، چون یه خانومی میاد بهشون میخواد پیشنهاد بده که این خونه رو اجاره بدیم. دوباره با لباس مشکی میاد اینا صداش میزنن بالا اینا نمیبینه میره. بعد این دختره ناراحت میشه، شوهر میاد میگه که ببین الان دیگه کسی ما رو نمی راحت شدیم هر کار دوست داری بکنی. ولی خیلی راحت نیستن با هم، چون مثل جمهوری اسلامی با لباس فرم تخت میخوابن. فیلم اگر توی سینما ایران هم میساختن همین میشه، همون موقع اکرام میشه و دکورش هم میخوره به مثلا سمندون و اینا.
رنگ لباساشون برای من رنگ لباسای جالبیه، کلا رنگ قصه شاده، خیلی باحاله که اینکه ترسناکم هرگز نیست. قصه که در مورد مرگه، ولی میبینیم که این نگاه تیم برتون دیگه که میاد، ما همین نگاه تو مثلا تو بیگ فیش هم میبینیم، نگاهش به مرگ، تیم برتون نگاه متفاوتیه. تو عروس مرده میبینیم وقتی که در مورد مرگ داره صحبت میکنه با بقیه فرق داره. آره اینجا مرگه قرار نیستش که همه چی رو سیاه سفید بکنه، همه چی رو غمگین بکنه. مرده ها قرار نیستش که ارواح ترسناک خبیث باشن، با اینکه تلاش میکنن چیز باشن. و خبیث‌ترین کاراکتری که ما میتونیم در دنیای ارواح بشناسیم یه احمقی مثل بیتلجوز. مایکل کیتون واقعا خوبه براش، خیلی خوب. اصلا اینا از موقعی که میمیرن توی قصه و توی فیلم، یعنی برخورد تیم برتون با این قضیه برای من کمدیش بیشتر میشه. اصلا من بیشتر به اینا میخندم وقتی که اینا بهتر میپذیرن مرگو. یعنی یه خانواده جدید میاد، حالا یه ذره رو قصه هم بریم، یه خانواده جدید میاد، یه مامان اونوق به درد نخوری که من متنفرم از این تیپیکال، با یه بچه‌ای که میفهمی سینکه با این قصه، با این آدما، با این روند و مسیر خیلی سینکه. ویونا رایدر رو کجا دیدیم؟ ویونا رایدر رو تو بیتلجوز که داریم به عنوان بچه کوچیک که خیلی شبیه ناتالی پورتمنه. تو دوش داریم بیتلجوز حالا کاری بهش نداریم. یه انیمیشن ساخته که یه سگ کل سیاسفیده، ولی یه سگ خیلی وحشیگونه این داره، اسمش طولانیه یا هم تو اون فکر میکنم که صدا پیشه نقشه اصلیشه و ادوارد دستقیچیه عزیز. ادوارد دستقیچی هم خوبه. من توی نایت آن ارث جیم جارموش بازیگر خوبیه. من چیز خاصی یعنی بازیگر حالا شاید بشه گفت قدر نایافته است، ولی خب کار خاص خفنی هم من ازش یادم نمیاد. آره اونقدر عمل شاقه انجام نداره، نرمال خوبیه. کاراکترش توی نایت آن ارث توی اپیزود 1 که توی خود لس آنجلس هم داره اتفاق میفته، نقش یه دختر ران تاکسیه که داره از فرودگاه زنه رو سوار میکنه. روبرتو بنی یکی از کارهای خوبه. آره یکی از یه چیز بامزه‌ش اینه که خب ویانا رایدر قدش خیلی کوتاه. کتاب راهنمای چیز هستش، تلفن هستش که خیلی قطوره، مال مثلا چیز احتمالاً قدیم که مود بود، نمی‌دونم شماره تلفن با شما نمی‌خوره. زمان ما تو زمان ما یه کتاب اول تو ایران تازه مود شده بود، تو دنیا تمام شده تو ایران تازه 118 چاپ شده بود که ورق می‌زدی شما یه همچین کتاب اونجا هم زرد اینا اینقدر قطرشه، ویانا رایدر می‌ذاره زیرش که بالا رو ببینه اینقدر قطرش کوتاهه. بعد آره تو نایت آن ارث خیلی بازی خوبی داره. توی بیتلجوز خوبه. تو بیتلجوز دو هم خوبه. کاری ندارم. ولی توی بیتلجوز خیلی خوبه. به عنوان یه 17 ساله. ولی 17 ساله مثلا چیز خیلی دیالوگ داره آخه. و خیلی دیالوگ خوبی داره. دیالوگای باحال داره. خوبه. اینکه این احمقا قراره کتاب راهنما رو بخونن که ببینن در دنیای مردگان بعد چیکار بکنن در عالم مردگیشون. و این میره میخونه کتاب رو. این بیشتر از اینا اطلاع داره که اینش جالبه که این آدمه، این یه دونه دختر قصه که خیلی به جا میاد تو قصه، یعنی تکمیل میکنه یهو از این دوتایی که توش افتادن با اینکه بیرونه جلوتره. این میاد یه چیزی میگه بعد میگه ببین من تو اون کتاب مردگان رو میگم بعد این کار رو خیلی اتمن میتونسه بچه درس خون باشه، ولی تصمیم گرفت بچه عجیب غریب بچه عجیب. بعد باز دوباره این تیپیکال هم من بدم میاد که توی اکثر فیلمایی خیلی از فیلمایی که دیدم بچه مثلا میاد یه حقیقتی میگه، مامانه اون میگه بابا ما مهمونی گرفتیم، تنها کسی که کمک نمیکنه توی مثلا ولش کن. این بچه نادیده عکس روحا رو نشون میده، مامانه میگه خب که چی مثلا. آره از اون دوتا عکس گرفته، احمقا میخواستن با این چیز بترسونن. اون دوتا با یه لباس روح شکلی از در میان کلیدشو میندازه، یه ذره اونجا میمونن، بعد از در میان بیرون این عکس گرفته. خیلی خوبه. بعد خودش یه پا نداره. شما چرا پا نداری؟ ما رو میبینیم یا آره چون من آدم عجیبی هم. I read through that handbook for the recently deceased. I myself am strange and unusual. آره تو کتاب بعد رفته تو کتاب خونده میگه چرا
علت اینکه مرده ها ارواح رو نمیبینن مردم، چون مردم چیزهای عجیب غریب رو نادیده میگیرن. آره. خیلی جمله خوبیه. خیلی خوبیه. آره. فیلم حالا غیر از حالا بحث کمدی بودن اینا توی ژانر فیلم‌های شکاف نسلی هم قرار میگیره. یه ژانر مهمیه توی سینمای هالیوود که از همین که میگم مامانه بی خیالش یعنی نادیده آره، میگیره. ما اونجا یه بچه‌ای داریم که دوست داره عجیب غریب باشه و یه خانواده طبیعی داره، یه خانواده استاندارد. حالا خانواده استاندارد حالا ممکنه تنها باشن بابای فلان، ولی یه خانواده آمریکایی غیر معقول چیزن. آره یه خانواده آمریکایی ان دیگه، بابای تاجره، دوست داره کل شهر رو بخره بکوبه بسازه. مامانه فکر میکنه آرتیسته، مجسمه عجیب غریب درست میکنه، ولی چیز هنری که خودش میکنه در کار نیستش. و با دختره فاصله نسلی زیادی دارن، فاصله نسلی داره بچه رو اذیت میکنه. یه خیلی ریز بگیم پیتر جوس هم دوباره همینطوره. این دفعه ویونا رایدر مادر ماجراست و یه دختری داره شده. که جنا اورتگا است. برعکس شده، جنا اورتگا حالا یه مادری داره که عجیب غریبه. خب. مادری داره که جنگیر طوره، مدیومه. آره مدیومه قشنگ. من ندیدم واقعا مدیومه. واقعا ندیدی؟ آره واقعا مدیومه، یعنی که من مدیومم، واسطه دنیای ارواح با انسان هاست. ماشاءالله. میره خونه هایی که روح زدن و روح های سرگرم توش رو ویزیت میکنه و اینا. آره آره، یعنی شغل مامانه اینه. یعنی این بزرگ شده چه شغلی پیدا کرده. حالا یه بچه‌ای داره که بعد مامانه شوی تلویزیونی خفن داره در مورد احضار ارواح. دختر رفته کالج، شرمنده است از چنین مادری که داره. دختره حالا دوست داره، ببین حالا نسل جدیده، دختره دوست داره که معمولی باشه، دختره دوست داره که یه زندگی نرمال داشته باشه، دوست داره یه مادر عادی داشته باشه. خب و ولی نداره. و دوره ما و یعنی ما در دومین نسخه فیلم هم دوباره شکاف نسلی رو داریم و داره در مورد این حرف میزنه که خب در 2024 هم مثل 1988 هنوز بین بچه‌ها و خانواده‌ها مشکل هست. مشکل ممکنه 180 درجه چرخیده باشه. کاملا. یعنی میگه منی که مثلا اون زمان خودم بچه بودم و اختلاف داشتم با مادر پدرم، الان اختلاف دارم با بچه‌ام. منی که اون موقع عجیب غریب بودم، حالا باید بتونم عادی باشم. برای همین فیلمه توی ژانر فیلم‌های خانوادگی خیلی حساب میشه. آره بیتلجوس اصلا یکی از جایزه‌های مهمی که برده، حالا نمیدونم چقدر مهم، ولی یکی از جایزه‌های مهمی که برده فامیلی انیمیشنه. حالا بیتلجوس 2 که تازه اومده تو ونیز هم مثلا که تو ونیز خوب بوده. خوب آره جلوه کرد، ولی مایکل کیتونش رو توی 2 خب چون به هر حال تکنولوژی پیشرفت کرد. خیلی سال گذشته. آره یعنی ما تقریبا 35 سال میشه ها. آره یه فیلمی اومده نسخه 2 ساخته شده، خب طبیعتاً با تکنولوژی امروز ساخته شده. طبیعتاً دیگه دکور چیز دیگه تیم برتون اونقدر فقیر نیستش که مجبور شده با 15 میلیون دلار چیز کنه به سبک فیلمسازه آلمانی دهه 30 که خیلی دکورش باحال. یعنی من یکی از چیزایی که طرفدارشم صحنه و دکور حرف دارم راجبش. یکی از چیزایی که تو ژانر هورر مووی اتفاقاً رعایت می‌شده چنین سبک صحنه‌ایه. آها اون موقع. آره اون موقع. تو اون دهه الان که نه. نه دیگه. یا تو فانتزی رعایت می‌شده. چرا؟ چون ما مثلا دون هم داریم که آره. آره. اون سال که سال 82 که ساخته میشه آره. یه همچین دکورایی داره. به سبک فیلمسازای دهه 30 و 40 توی ژانرای فیلم ترسناک، تو فرانکشتاین، تو دراکولا، تو اونا ما همچین صحنه‌هایی آره. داریم. تکرار اوناست، ولی اونا سیاه‌سفید، این رنگیه. گفتی دراکولا، یاد کلا قرمزی افتاد. چرا؟ یه کاراکتر داشت خیلی ترسناک بود، دایناسوره. اومد کلا قرمزی خواست بخوره همه بچه ها زار زار گریه می‌کردن. اونا اون مدل کاراکتر هم مثل... شما گریه می‌کردیم باش؟ من که تو سیدی دیدم. آه شما سینما نه، ما سینما دیدیمش. نه من سنم به سینما نرسیدم. اصلا کلاه قرمزی سربنازه؟ اصلا سن نرسیده بوده، اصلا به دنیا نیومده بوده. آره دیگه کلاه قرمزی خالیه. کلاه قرمزی خالیه که سینما رفتم تهران بخوام برم تلویزیون. آفره. اونه. آره من 14 سالم بوده. تو اصلا نه. خالیه. خب دیگه من 15 سالم.
اون کار 8 سال بعد به دنیا اومدی تو 7 8 نه 17 18 سال بعد 19 فیکس 19 سال. اون کاراکتر دایناسوره و اون دراکولای مثلا تو این سینما و اینا الان که نگاه میکنی مسخره است، انقدر که تابلوه مثلا یکی توش رفته میدونی؟ انگار تو اون دایناسوری یک حمید جبلی قرار داره کلا قرمزی ها مثلا میترسی. حتی توی جاهایی سعی میکنن که ربات بودن اینو نشون بده. آره. آره دایناسوره یه حالت ربات بود میده. حالا اینو میخوام بگم که توی بیتل جوز مثلا تو اتاق هستن یک دری رو باز میکنه، این دختره اومده یه کلید میندازه، این پسر شوهر از پشت میذاره کلیدو میندازه، میان این ور میخواد فرار کنه، سری میگه من این چیزی خونده بودم، کتابو باز میکنه میگه آها یه در باید بکشی، در میکشه، زنش میگه که بابا تو فکر این کار میکنه، درو میکشه میبینه هیچی نشد، میگه آها، میره یه دایره میکشه اینجوری دستگیره. آره بعد میواد سه بار ناک ناک کنه، ناک ناک میکنه، اون در که باز میشه خیلی عجیبه، این یکی از چیزایی که بر من عجیبه. آره نجار توی خوبه. اون دو... شاید باور نشه الان آمریکایی نجار خوبی داره توی اون دور یاد پای چپ دمی دلیست توی اون دوره با اون امکانات اینکه اون در انقدر طبیعی باز میشه برعکس دایناسور کلاه قرمزی که انقدر تابلوه، خب باز با خیلی باحاله. بعد میرن توی یه فضا، حالا نه هیچ وقت نمیشه به حال فیلم با مثلا 100 هزار دلار هم ساخته نشده، یعنی 15 میلیون دلار همون موقع، 15 میلیون دلار اون موقع شاید نزدیک 60 70 میلیون دلار الان بشه. آره فیلم الان که خیلی کمه، الان که دیگه خیلی کمه، ولی کم نبوده، انقدر هم کم نبوده. پس کم میگم نبوده. که این دره اگر این شکلیه حواست باشه، فقط دره نیست اصلا بدونم. سکانسشو رد کن. آره یعنی میره تو اون عروسک. آره آره اون میزان از گریم دکور خیلی مثلا اون که خیلی خیلی خوبه، اون جهان اون تیکه حالا کلن توی حاله. ببین ساخته یه همچین چیزی توی سینما از جلوه‌های ویژه کامپیوتری ارزون‌تره. الان هم؟ همین الان هم. جدی؟ آره. یعنی مثلا تو نگاه می‌کنی مثل یه انیمیشن مثل کارولاین و بخش زیادش اون عروسکی می‌سازن. آه. اون دنیا، اون دره، تو اون دنیا که میرن سبزه، هر کی یه حالی داره، یکی نمی‌دونم لهره اینجوری چشش اینجاشه اون واقعاً تو نسخه 88 بهتره تا نسخه ای که 2024 یعنی وقتی وارد آره خیلی بامزه به نظر منه ها. خب. آره من چون دوباره نشستم دیدم یک و دوباره نشستم دیدم دو رو دوباره نشستم، یعنی دوباره که اولین بار نشستم اولین بار نشستم ناقص دیدم اولین بار نشستم ناقص دیدم. یه اسپویل بکن برام. یه اسپویل نه اسپویل در حد تیتراش میتونم اسپویل کنم. تیتراش چرا؟ این اسپویل خوب بود. نه بگوشه فکر. آره چیز یه چیز بامزه که داره اینه که این مرده هایی که ما توی 88 میبینیم خیلی مرده تر و مرده های باحال تری هست. خیلی باحاله اونجا که تکنولوژی پیشرفت کرده انگار یه باگی داره، انگار دیگه اونقدر باورپذیر نیست، اونقدر فانتزیش قوی نیست، خیلی واقعی تفصیح یعنی در آورده؟ نه حتی اگر به هر حال تکنولوژی در ساخت عروسک در عروسک در همه اینا پیشرفت کرده، مثلا از اون آدم کله کوچیکا که تو دوستشون داری آره. از اونها به تعداد وفور هست مینیونشونه. آره یعنی مثلا تا دلت بخواد یه دفتر داره مایکل کیتون، یعنی بیتل جوس آره اینا منشیاش و ایناشن. خب یعنی میگم این انتقادو به تیم برتون میکنن در مورد بیتل جوس که میگن نتونسته در اون حس بیتل جوس رو دوباره تکرار بکنه و ما اونو داشته باشیم دوباره. اینو که گفتی یاد چیز افتادم، چارلی و کارخونه شکلات چارلی. اون دکور گیریما مدل همون حالت عروسک سازی که میگی هنوز یه حالت نوستالژی که هر کی دیده مطمئنم یا ترسیده یا خیلی دوست داشته. در این حال که در جاهایی که به جانی دپ میرسیم و توی
وونکا، لاین وونکا، کارخونه شکلات سازیش رنگی و فلان و اینا، ولی لاین بدبختی و سیاهی شهر و اینا توش خیلی پررنگه. حتی گذشته وونکا، گذشته سیاهش با اون پدر دندون پزشک که بد جنسش که از نظر وونکا که اینا از شکلات خوردن محروم میکرده، سیاهی رو کلن همون تو گفتیم یه بار مرگ رو، سیاهی رو، اینا رو تیم برتون خیلی توش خوبه. آره، یعنی خیلی قشنگ میتونه تو رو ببره توی محیط دارکی، توی محیط فضای سیاهی و تو رو در عمق بدبختی یارو فرو ببره که اگر دنیا یه لبخند کوچیک به این زد اینجوری برای تو نوستالژی بشه و اون حس عجیب رو در تو زنده بکنه. که به دنیای پس از مرگ خیلی اعتقادی نداره، چون مرگ اینجا که مرگ رو قشنگ به سخره گرفتی تو بیتلجوس، دنیایی برای خودش داره دیگه. خیلی باحاله، یهو میاد میگه از هم مردیم بریم سراغ کارمون، ادامه بده زندگی و فلان. Devils. That's death for the dead. It's all in the handbook. یه طعنه خوب داره بیتلجوس. بیتلجوس میگه که اینا کسایی هن که از مرگ مردن، در مرگ مردن. یه ارواح سرگردانشون میگه اینا دیگه خیلی بدبختن، اینا مرگ رو مردن و خطری وجود داره که مرگ رو بمیری. یک شادی در مرگ رو داره و حال یک شادی و یک نبدون معنای رستگاری، یک چیزی خیلی یعنی باش ساده هم برخورد میکنه. آره، اون شادیه و خیلی چیزه، یک کثافتی در تهش، یعنی یعنی یارو مثلا با سر بریده چه میدونم با همون حالتی که مرده، حالا در مورد اینا یه خورده اغماز به خرج میده این زن و شوهر رو، ما در مرگشون خیلی سالم و چیز میدونیم، چون قاعدتا حتی احتمالا اینا چون غرق میشن و سالم میمونن، چون حالا کسی در موردش رفت گفتی غرق میشن، اون پروسه غرق شدن بهش موبند بود. آره، سگه خیلی سگه روی یه تیکه چوب وایساده میگه نرو، میره. خیلی اینجا رو خیلی تمیز حرکت میکنه، خیلی خوبه اون. اینا غرق میشن، ما هیچ صحنه ای نداریم از اینکه سر ماشین چه بلایی داره در میاد. بعد دو نفر آدم خیس برمیگردن خونه و نجات پیدا کردن. انتظار داری که آره نجات پیدا کردن و خیلی داری میگی خب من دارم چی میبینم؟ خب که چی؟ پس چرا افتادن اینا؟ حالا مثلا نمی افتادن تو رودخونه که چی؟ آره، شوهره خونه میره بیرون بعد از همون که خیس میان. آره، برمیگرده تازه آروم آروم گذاره میده یه اتفاقی افتاده. آره، تا اینکه میگم اون خانمه میاد با لباس مشکی و میره و آینه و اینا. آره، و یعنی دستش هم آتیش میگیره خیلی نمیفهمی چه خبره. آره، آروم آروم مواجه میشی با اینکه او این دو نفر مثلا مردن، تو آینه دیده نمیشن اینجوری. کتاب مردگان، این کتاب چیه مثلا؟ باز کن بخون. بعد میخونن آروم آروم. آره، یه شوخی لغتی هم داره. که این اولش میخونه که مریض ها، بعد میخونه که نه در مورد مردگانه. دیدز. آره، دیدز. و مردگان. تو فارسی وقتی احتمال از زیر نویس شه در نیاد، از اون شوخی های انگلیسی افتاد. نه، من با زیر نویس دیدم اتفاقا اون پسر یا دختری که زیر نویس کرد تو خوب زیر نویس توضیح داده بود. یکی از چیزایی که توی این فیلم برای من خیلی باحاله، منهای این که برای من کمدیه تو اون موقع ترسناک تلقی می شده، موزیکش. موزیک این فیلم جایزه برده، خیلی به جا میاد، خیلی باحاله. آره، خیلی به جا میاد، پر میکنه فضا سازی و اینایی که میده تو موزیک فوق العاده ترسناکه. یعنی تو شاید ساوندترک ها رو جدا گوش بدی، ساوندترک های هارر موویه. حالا میگم بر من خنده داره صرفا، مخصوصا اونجا شدی، مخصوصا اونجایی که تو تازه با بیتلجوس داری روبرو میشی، یه موزیکایی که تو انگار که الان میخوای بری تو اوج بدبختی و میبینی کمدی ترین کاراکترش اومد وسط. ما حتی وقتی در مورد ادوارد دستقیچی هم حرف میزنیم، اونم تو ژانر هورر مووی قرار میگیره، تو ژانر فانتزی قرار میگیره و توی ژانر کمدی هم قرار میگیره. یعنی المان هایی از ستای اینها توش هست. این ژانر تیم برتونه.
برای همین میشه گفت که فیلم تا حدی جز ژانر فیلم ترسناک هست، تو کمدی هست، ملودرام هست یه جاهایش، و هیچ کم اینا نیست. حتی یه چیزی که وجود داره اینه که خب تو اون دوره نیستیم، الانیم. خب الان که اینا رو میبینیم، بازم میگم امکانات وقتی برای شما زیاد دیده میشه، بخشی از قبول نکردن و اون باورپذیری کم میشه. طبیعتا وقتی با یه عروسک روبروی اونقدر برای ترسناک نیست دیگه. مثلا همون کلا قرمزی که من گفتم در زمان بچگی برای تو ترسناک، ولی الان که نگاه میکنی اصلا میخندی. میخندی. ما به این ما با این گرگه میکردیم. آره، سمنده. آره. بازیگر مهم فیلم کیتون، مایکل کیتونه. چند تا همکاری با هم میکنن بعدش. بتمن رو بازی میکنه. دو تا بتمن. تا الان سه تا بتمن بازی کرده عملا. خودش آره. دو بار در فیلم بتمن بوده، یه بار تو فلش. کاراکتر بتمن داشته. دوباره کاراکتر بتمن رو بازی میکنه. خودش رو مدعی بتمن بودن میدونه و خودش رو بهترین بتمن میدونه. و تو مصاحبه های مختلف جوانه اون بنفلک هم دیگه. آره خب اون بنفلک خیلی بده. در مورد همین دیگه. مسئله اینه که میاد در آخرین بتمنی که ما داریم میبینیم که تو فلشه، سه تا بتمن که در سالهای مختلف بتمن بودن نقش بتمن رو بازی میکنن تو فیلم. آره. چون دی سی میادش یه کپی میزنه از مارول و مایکل کیتون بتمن اصلی فیلمه. ولی توی نسخه جدید نقطه قوت مایکل کیتونه. یعنی تو نسخه جدید میگن نقشی که بیتلجوس رو دوباره بازسازی میکنه و دوباره دقیقا همون بیتلجوسه. یعنی تو میگی مرد چجوری راکورد اینو نگه داشتی بعد 35 سال دوباره داری بیتلجوس رو همون جوری بازی میکنی، یه بیتلجوس پیرتر ولی همونقدر احمق، همونقدر کومیک. و توی بیتلجوس بیتلجوس دو نفری که نداریم زن و شوهرن دیگه. زن و شوهره رو نداریم، پدررم خیلی خیلی شل داریم. حالا باشه بعدا مفصل. آره عکسشو داریم. عکسشو داریم. دختر کوچولوی بیتلجوس میشه مامان در بیتلجوس بیتلجوس، درسته؟ آره دیگه. چیز لیدیا. آره لیدیا میشه لیدیا مادر است. آره. و زن و شوهری که اون موقع مردن جاودان میشن تا فیلم اصلا که اونا رستگارشون جناب اورتگا میشه دخترش. دختر لیدیاست. آره. باباشون هم که خالش خوبه که... من خبر دارم. خالش خوبه. آره بابا رو ما با مزه که بابا رو داریم بعد از مرگش رو. یس فول کنیم. خیلی داریم نمیگیم. آره بابا رو کوسه میخوره شما. بابا خیلی اول فیلمه، یعنی اصلا اسپویل حساب نمیشه. بابا اصلا نیست تقریبا. آره. آوردن بخوره بره. نه اصلا منطقی که میارن که چیز میکنن این مرگش رو نشون میدن که مرگ دلیل کنار هم قرار گرفتن مجدد ایناست که اون لاین خانوادگی فیلمو داره باز میکنه راه میده بهشون. همینه که بگن چرا نیست. آره دیگه چرا نیست. یعنی مرگ یارو نشون میدن که بگن چرا تو فیلم نیست. یعنی چیز خاصی نداره. خود کیتون همچنان پا بر جاست. آره. و چیزی که تو اگر که بخوای تو فیلم تیم برتون بازی کنی فکر کنم امکانش نداره چون باید باشه ازدواج کنی. آره چون خانه مونیکا بلوچی بازی میکنه توی این فیلم، مونا بلوچی سابق. مونا بلوچی خواهر کاظم بلوچی. خواهر کاظم بلوچی به عنوان همسر آقای آره. برتون. یه چیز بامزه‌ای داره. ما مونیکا بلوچی رو به حالا البته در این سالها نقشای منفی زیاد بازی میکنه دیگه، از وقتی یه خورده اقبال بهش کمتر شده. توی این فیلم کسی که مثلا به عنوان نماد لوندی و اینا میشناسیمش تو پوسترها هست دیگه، حالا خیلی اسپویل حساب نمیشه، میاد صورت خودش رو با منگنه درست میکنه چون این یه چیزی مثل فرانکشتاینیه بادیش. آره و این تیکه ها که میاد سرهم میکنه با منگنه و تو صورت این خط منگنه رو داری. خیلی باله. اون صورت که هنوز در سن مثلا نزدیک 60 سال فکر کنم داره مونیکا بلوچی. آره 50 آره. خورده ایش هست. آره که هنوز تا حدود طراوت خودش رو حفظ کرده. اخیراً توی ونیز هم دیدم خیلی لاغر کرده نسبت به دو سه سال پیش که آره شبا. خیلی لاغر کرده و هنوز طراوت صورتش رو داره با این منگنه ها، ولی باحاله. خیلی خط قشنگی تو صورتش.
یعنی تو میگی که میشه با منگنه هم یه صورت خوب داشت، میتونم رو تکنم مگر اینکه مونیکا بلوچی نباشی. آه یعنی ممکنه روی تو جواب نده. بیو گواردات ای سوی اوکی مالدیتی سونو ریماستو استرگاتو. ولی در کار من خیلی دوست دارم بیتلجوس بیتلجوس رو هم ببینم. حتما ببینم. یعنی بیتلجوس فیلمیه که من وقتی دوش فهمیدم که دوش داره میاد و اومده علاقه من شدم خیلی، مثل دون. من دونم یک که هیچ، دو اومد دوست داشتم ببینم. آره نه این جز دنباله هاییه که حالا دون که مرتبطه، ولی اینجا دنباله هاییه که خیلی مستقله، میشه دنبالش کرد. میتونی تو بیتلجوس رو ندیده باشی و این فیلم رو ببینی. به هر حال انقدر چیز نیست، انقدر سخت نیستش که تو نیاز به پیش زمینه یعنی نداره مثل دون. حالا دون نه که نیاز به پیش زمینه نداره، استقلال خودش هم جدا داره منظورت. آره ولی فیلم جداییه، قصه جداییه. فهمیدم. آدم بدای جدیدی وارد میشن و این آدم بدام که یه ذره استقلاله، استقلال که نه، متفاوت بودن این دو فیلم تو پوسترشون هم معلومه ها. نه دیدی پوستر یا نه؟ آره. توی بیتلجوس، بیتلجوس یعنی نسخه جدید با یه خونه اصلا مشکی طرفی کاملا. خیلی کار احمقانه ایه. بده؟ نه نه خیلی بامزه است. و تو یک با یه خونه سفید طرفی، یعنی همینقدر تفاوت، همینقدر تفاوت جدی. آره. چون ما با نسل جدید قرار مواجه شیم. چون پدره میمیره خونه رو، اینم یه اسپویله، خونه رو اسپویل که حساب نمیشه، خونه رو روش تور مشکی میندازه مثل بیوه ها میشه. یعنی همون خونه؟ همون خونه است، روش تور مشکی میندازه. آها یه زاویه دیگه فهمیدم کجای خونه است. چه جالب، من فهم کردم خونه دیگه است. نه نه همون خونه. چه باها بعد روش تور سیاه انداختم. آره. عزادارم. آره. یه کاری چند سال پیش با بناهای معروف پاریس کردن که اومدن این خونه ها رو با تور، یعنی اون تاق پیروزی و اینا رو با پارچه اومدن تزیین کردن. یه پرفورمنس کوتاهی بود البته، یه همچین پرفورمنسی که انگار همون کار رو اومدن سر ساختمون کردن. این از بیتلجوس 1988. امیدوارم که ما رو دنبال کنین. 86 80 چه 79 به دنیا اومد. حالا هم 80 چه اسم کانالی گذاشته؟ 80 60 79 61 و ما دنبال کنیم. مرسی که دیدین. مرسی. تا اپیزود بعدی فعلا خداحافظ.